آقای غفاری خوش آمدید. یکی از نگرانی‌ها رو حالا در مورد ویروسی که حالا به نوعی میگن ویروس انگلیسی صحبت می‌کنیم، گفته شده که واکسن‌ها در مورد اون همچنان فعال هستن و پاسخ میدن، اما یه نگرانی بزرگ در مورد ویروس‌هایی هستش که میگن از برزیل و آفریقای جنوبی هم اومده. چقدر این واکسن‌ها در واقع میتونن جواب بدن و چقدر ما در مورد اونها میدونیم اساساً؟ بله، این نگرانی اصلی ماست. ببینید، ما داریم صحبت از مرز علم میکنیم، یعنی این اخبار روز به روز آپدیت میشه. البته در گزارشتون همکاران اشاره کردن 50 کشور این واریانت جدید انگلیسی بوده، البته من میتونم بگم الان 61 کشور هست و آمار روزانه افزایش پیدا میکنه. اون دو واریانتی که در واقع در گونه ای که در برزیل و آفریقای جنوبی هم هست، به ترتیب در 6 کشور و در آفریقای جنوبی در 26 کشور دیگه هم یافت شده. نگرانی از شیوع گسترده اونها و پخش شدنشون به کشورهای مختلف هست و مسئله اصلی ما همین است که ما دانش کمی داریم از اینکه پیامدهای اونها چیه. چیزی که این سه گونه رو به هم متحد میکنه و باعث شده که نگرانی ما بیشتر بشه، جهش هایی هست که در پروتئین شاخکی این ویروس در واقع ایجاد شده. این جهش ها عمدتا میتونن به خاطر دلایل مختلفی چسبندگیشون به سطح سلول بیشتر بشه، احیانا سرایت پذیریشون بیشتر بشه. در مورد گونه انگلیسی دونسته شده است، در مورد دو گونه دیگه هنوز چون داده ها محدود هست از آفریقای جنوبی و برزیل نمیدونیم، اما به دلیلی که جهش های مشترکی دارن این سه گونه، فکر میکنیم اونها هم سرایت پذیری داشته باشن. البته در مورد گونه آفریقای جنوبی نگرانی بیشتر هم هست، به دلیل اینکه حتی جهش های مازاد بر گونه انگلیسی داره که تحقیقات اولیه آزمایشگاهی حتی نشون داده که قابلیت فرار از سیستم ایمنی بدن رو در نصف افرادی که در واقع بیمار شدن به گونه های قبلی داره و این خطر رو به ما میده که به هر حال اگر این گونه ها گسترده پخش بشن، ریسک اینکه ما با گونه های جدیدتری باز مواجه بشیم که کامل بتونن از سیستم دفاعی بدن فرار کنن بالا بره. آقای غفاری، از نگرانی ها گفتیم دست کم در خود بریتانیا تعداد کشته شده ها از جنگ جهانی دوم هم بیشتر شده، اما آیا شما به عنوان یک محقق امیدی در آینده نزدیک میبینید؟ ببینید، ما از همون مارچ پیک اول بریتانیا دانشمندان یک صحبت واحد داشتیم نسبت به اینکه چطور استراتژی صحیح باید نسبت به این ویروس انجام بشه. ما باید اپیدمی رو کامل کنترل کنیم و الان کلیدمون برای خروج از این پندمی دستمونه و با اون واکسیناسیونه. واکسن‌هایی که داریم کارآمدن، حتی نسبت به گونه‌های جدید همونطور که در گزارش هم اشاره کردید فکر می‌کنم تا حد خوبی بتونن حداقل در وضع موجود جواب بدن و با همین کار، یعنی مکانیزم کامل کنترل اپیدمی و واکسیناسیون سریع، ما بتونیم این رو انجام بدیم. وضعیت در ایران هم برای همین مهم هست که واکسیناسیون سریع انجام بده در کشورهایی که اپیدمی در واقع به صورت مهار نشده رشد می‌کنه. همکاران من یه اصطلاحی رو اینجا میگن وقتی یه سوسکی رو تو یکی دو تا سوسک در یه جای خونه می‌بینی، فکر نمی‌کنی همون یه تونه دو تا باشن، بلکه ممکن در جای دیگه خونه هم باشن. این گونه‌های جدیدم درسته در انگلستان، آفریقای جنوبی و برزیل پیدا شدن، اما ممکنه سر و کله‌شون جای دیگه هم پیدا شه که تکنولوژی کافی شاید برای رصدشون رو نداشته باشن. برای همین بسیار باید هشدار داده بشه و باید نگران این باشیم که اگر اپیدمی رو کنترل نکنیم میتونیم توی وضعیت خیلی بدتری گرفتار بشیم. ماهر غفاری، ممنون از همراهی شما.